درس یازدهم باطل کننده های نماز. باطل کننده های نماز هشت است. یکم به وجود یاد داشتن و دانستن قصدن گپ زدن. اما کسی فراموش کرد و ندانسته گپ زد پس نمازش باطل نمی شود. دوم خندیدن، سوم خوردن، چهارم نوشیدن، پنجم کشاده شدن عورت، ششم از جهت قبله بسیار کج شدن، هفتم بیهودگی بسیاری پی در پی در نماز، هشتم شکستن طهارت. باطل کننده یکم به وجود یاد داشتن و دانستن قصدن گپ زدن، اما کسی فراموش کرد و ندانسته گپ زد پس نمازش باطل نمی شود. حالت های حرکت در نماز. یکم حرکت حرام و آن حرکت زیاده است که پی هم باشد و حاجت به آن نداشته باشد، مانند خوردن. دوم حرکت مکروه و آن حرکت کمی است، حاجت به آن نداشته باشد، کمی به آن این سو و آن سو التفات کردن. سوم حرکت مباح و آن حرکت است که به خاطر نیاز است، مانند خوریدن ریش. چهارم حرکت های مستحب، حرکت است که کمال نماز به آن وابستگی دارد، مانند پر کردن جای های خالی در بین صف نمازگزاران. پنجم حرکت واجب است که درست شدن نماز به آن وابستگی دارد، مانند از بین بردن نجاست. تنبیه مهم: شرط های نماز، رکنها، واجبها و سنت های آن بیان شد. پس فرق در بین آنها چیست؟ شرط های نماز، رکنها، واجبها و سنت های آن بیان شد. پس فرق در بین آنها چیست؟ در شرط و رکن انسان معذور به جهل، فراموشی و قصد نمی باشد. در واجب به جهل و فراموشی معذور است، نه در قصدن. در سنت انسان معذور به جهل، فراموشی و قصد می باشد. شرط اگر ترک شود سجده صف ندارد. رکن اگر ترک شود به سجده صف جبران نمی شود. واجب اگر ترک شود به سجده صف جبران می شود. سجده صف سه سبب دارد. یکم زیاد کردن. مثلا انسان رکوع یا سجده یا راست ایستادن یا نشستن را زیاده بر آن چی که هست انجام دهد. دوم کم کردن، مانند این که انسان واجب از واجبهای نماز را کم کند و جای آن فوت شود. سوم شک کردن، مانند این که نمازگزار دودیله شود که چند رکعت خوانده، سه رکعت یا چهار رکعت، و این شک دو نوع است. نوع یکم شکی که بعد از تمام شدن عبادت حاصل می شود، بچنین شک تماماً التفات کرده نمی شود تا که یقین حاصل شود. دوم نوع شک، شکی که در داخل عبادت حاصل می شود، اگر بسیار باشد به آن توجه نمی شود و اگر کم باشد بر آن چی که بینا می کند در نزد خودش راجع است، پس اگر در نزدش هر دو امر برابر باشد بر کمتر بینا می سازد. ملاحظه: زمانی که نمازگزار در مورد صحو نیز دوچار صحو شد، چیزی بر او نیست و نمازش درست است. زمانی که نمازگزار رکن را ترک کرد، نمازش صحیح نیست تا اینکه آن رکن و بعد آن را انجام داده و در آخر سجده صف کند. زمانی که نمازگزار واجب را سهواً ترک کند و محل آن واجب گذاشته باشد، سجده صف می کند.